همکارم فیروز جابانی اینجا است تا مروری داشته باشیم بر اخبار و اطلاعاتی که از منطقه زلزله زده در خوی و استان آذربایجان غربی به دست ما رسیده. ریحان، الان دقیقاً شد 24 ساعت که این مردم آواره هستند و این همه پس لرزه و این همه استرس رو تجربه میکنن. چه گذشت از امروز صبح؟ از امروز صبح اونچه که ما از شهروندان میگرفتیم ناکارآمدی مدیریت بود برای امداد رسانی و اون توزیع ناعادلانه چادر و اینها. از اون طرف هم میگفتن که راه داره باز میشه، امداد رسانی ها انجام شده، کسی زیر آوار نمونده و در واقع وزیر کشور اعلام کرد که امشب قرار نیستش که کسی سقفی بالای سرش نباشه از شهروندانی که آسیب دیدن و همه قرار است که در جای گرم باشن. چه دریافت میکنیم از گزارش ها؟ اتفاقا هرچی رو به شب میره، حالا اینترنت ها قطع هست، میبینیم که مردم همچنان از مشکل سوخت میان که همطور که تو گفتی از بعد از ظهر بهشون گفته شده که خب میتونین از لاستیک ها استفاده بکنین. بعد یک سری از مردم رفتن به اون مراکزی که خودشون رفتن به اون مراکزی که باید امداد وسایل کمکی میگرفتن، چادر میگرفتن، که دیدیم چه آشوبی اونجا هست. همینطور تو تصاویر داریم میبینیم که برف میاد. الان من دمای هوای اونجا رو چک کردم، بعضی مناطقش صفر، بعضی مناطق منفی 3 و 4 هستش، یعنی سرمای برودت هوا زیاده و سرما رو شما در نظر بگیر. ماشینت که آسیب دیده، خونت که آسیب دیده، کسب و کارت که آسیب دیده، مصدوم ممکنه باشی و توی این شرایط قرار داری. حالا همونطور که داشتم میگفتم، مردم یه سری جمع شدن اونجا، درست توضیح نشده، مردم مطالبه گری کردن، ماشین آب پاش روشون پاشیدن، بعد گفتن که رفتن، یه سریشون رفتن مقابل فرمانداری، گفتن که خب این تقسیم، یعنی مسالمت آمیز در این حال که مجروح و مصدوم و زلزله زده هستن، گفتن این شیوه درست نیستش، به ما کمک کن. کسی کمک نکرده. دوباره اومدن بعضی از مردم رو به دلیل مدیریت ناکارآمد، مردم ترسیدند، کودک دارن، اومدن خودشون وارد شدن. خب اینطوری تخلف هم پیش میاد، چون که مدیریت نیست، جمعیت زیاده، مردم سرما زدن، یک چنین تصاویری در حتما تجهیزات هم به میزان کافی و مورد نیاز نبوده. نبوده. از صبح هم گزارش هایی داشتیم که تردد ها مسدوده. یک بخش دیگری از امدادگری ها رو برای مردم زلزله زده ببینیم. دوباره برمیگردیم به زوایای دیگه‌اش. ببینیم تصاویر رو. گرفتن بردنش. سبک مدیریت از همه تصاویر پیداست فیروزه. ببین، وقتی که جایی که باید بسته بشه به روی مردم خدمات، جایی که باید این مقابله بشه، اینطور مواقع هم پلیس هست، هم نیروهای یگانه ویژه هستن، هم سریع اینجور برخوردها با مردم میشه. ولی کسی نمیگه که خب صف بیستید، کمک بکنه. این مردم بهت زدن، شب سختی رو گذروندن، الان وارد شب دوم میشن. این تصاویر مربوط به کمی پیشتر از غروب بود. مردم بهت زده هستن، نگران هستن، از طرف دیگه میخوان از شهر خارج بشن، بلیط اتوبوس گیر نمیاد، اصلا اتوبوس براشون پیدا نمیشه. ما صفهای طولانی رو داشتیم برای سوخت، اگه بخوام با وسیله خودشون، اگر چنانچه وسیلهشون آسیب ندیده باشه، بخوان برن. خب این راه ها که بسته است، امداد رسانی ها که نامنظمه، چه باید بکنن؟ شهروندی برای ما یادداشت فرستاده، از اونجا نوشته اگر بخوام وضعیت کنونی خوی رو بعد بگم که مردم ترسیدن، میخوان شهر رو خالی بکنن و امکانش نیست و از نظر ما وضعیت
قرمز، چادر نیست و احتیاج به کمک بیشتر هست، فسیله گرم نیست و باز همون مسئله لاستیک ها رو مطرح کرده که به مردم گفته شده لاستیک های کهنه رو بسوزونید. این پاسخ هستش به مردم زلزله زده و به مردمی که کودک دارن و گفتند که اقلام بهداشتی براشون ضرورت داره، اقلام و کمک های اولیه براشون در این سرما داره. در این سرما که تداوم هست و بارش هایی که ما میدونیم چقدر اون خطه سرد هست و البته گفته شده که آسیبی منازلشون آنچنان ندیده که کسی زیر آوار مونده باشه. ما میدونیم که اونجا بافت روستایی داره و بافتای روستایی که مقاوم نیستن، اون هم یک مسئله دیگه ای هست. داشتیم در اخبار که 80% خانه ها در 70 روستا تخریب شده، از بین رفته و تخریب شده. بخش دیگری رو ببینید که مردم باز کمی پیشتر از روز همینطور ایستادن برای این که خدمات و کمک رسانی دریافت. ببینیم تصاویر رو. مرسی.